بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین. عجل فرج جهت شادی ارواح طیبه شهدا رو حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه تمع الصلوات. اللهم صل علی محمد و آله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خب، ضمن عرض سلام خدمت شما عزیزان، اگر صدای من بد می اومد شما خودتون اینجا بگید که نتی مقدار اینجا خیلی قوی نیست. سلام علیکم. نتی اینجا قوی نیست مقداری. خلاصه اگر صدا بد بود دیگه خودتون انشالله بفرمایید. خب، عرض به حضرتون که در اون مباحثی که خدمتون داشتیم، کسی که اهل توبه باشه و عنایه باشه و تفکر باشه و تذکر باشه و اهل حرف شنوی باشه و همه اینها، یک سری حالات روحی و قلبی و اینا برای او به وجود میاد، برایش یک سری حالات روحی و قلبی به وجود میاد، سری درهای خاصی این مناسبتی برای او باز میشه. عرض به محضرتون که یکی از اصول جدی که برای شخص به لحاظ روحی و قلبی باز میشه و باید خودش به این زمینه پا بده و کمک بکنه، بحثاییست از جنس بحثای، حالا بخش عمدهیش بحث حوزه مباحث خوفه که برای او به وجود میاد. علامه طباطبایی موقعی میفرمان این نکته رو که واقعا اون مرکزیتی که تو خود دین هست، اون مرکزیت مرکزیتیست که با خوفه. یعنی شخص باید حالاتی که در او هست حالاتی باشه از جنس حالاتی که مربوط به وضعیت خوف و ترسیدنه. این همه آیات مربوط به قیامت، این همه در حقیقت ترساندن، این نه اینکه تو دین ما وجد و سکر رو اینها نداریم، نه اونا هم داریم، ولی اون محوریت با حالت خوفه. اینجا به یک واژه میخوام اشاره بکنم. خب قرآن تو این زمینه خیلی پرواژه است و اتفاقا اگر نگاه سلوکی، تعبیر علامه طباطبایی، واقعا اگر به آیات قرآن یه نگاه سلوکی میشد و اگر بشود، خیلی حرف داره. واژه هایی که استفاده کرده تو احوالات انبیا، در ادب که خود انبیا دارن، هر کدومش میبینید که با این نگاه، آدمی که این کار است اگر به این آیات نگاه بکنن
یه دستورات سلوکی جدی توی این متضمن در همین آیات هست. شما مثلا علامه طباطبایی ببینید در وقتی اون تهمت جنسی رو زلیخا به او میزنه، علامه نگاه میکنه میبینه که چقدر آرامه یوسف. یوسف چقدر آرامه، یه این کارو کرده، این کارو کرده، این کارو کرده. قال هی راودت میان نفسی، من نکردم، اون کرده. میگه این طمأنینه و سکینه چیزیست که واقعا تو این پیغمبر جای بررسی داره. یا فرض رو سرمایید که در بحث حضرت لوط، قوم لوط، در اونجا اینی که برمیگرده میگه که کاش من آوی الا رکن شدید، کاش من یه رکن شدیدی مثلا تمسک میکردم، کاش من یار داشتم، کاش من یار داشتم. اونجا بررسی میکنم یه آقا بزن پودرشون کن، یعنی چی یار داشتم تو که میتونی؟ که نه، یه پیغمبر اونی نیست که بزنه پودر کنه حقیقه رو. اون میگه این حالت ضعف اصلی من در مورد حضرت حق، این حالتش نباید به این بره. یعنی چی من قدرت دارم بزنم پودر کنم، اونی پیغمبر بزنم پودر کنم؟ لذا او دعا میکنه کاش من او آوی الا رکنین شدید، کاش من یار داشتم. یا در مورد حضرت ایوب در ادب انبیا که رب انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین، من گرفتار شدم، زور من نمیگه خدا گرفتاری برطرف کن، رب انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین، تو ارحم الراحمین دیگه، ببینید تو این چیکار میکنی دیگه. اینجا هست که لطائفی از بحث‌های سلوکی تو همین بخشا هست که ببینید یه نبی چجوری میخواد، وضعیتش چجوریه. واژه های قرآن هم تو این زمینه ها خیلی پروپیمون، یعنی اگه یک نگاه سلوکی به آیات قرآن بشود، اون موقع معلوم میشه که چقدر آیات قرآن دستورات باطنی به بحث سلوک رو جدی کرده. کسی که اهل تفکر و تذکر و حرف شنوی و توبه و انابه و همه اون بحثی که عرض کردیم، یه چیزی در مورد او زنده می شود و اون بحثیست به نام شفقت یا اشفاق. حالا عزیزانی که هستن، من چون که دسترسی به نرم افزارا ندارم الان، این چیز رو بیارید، این سوره مبارکه تور آیه 26، آیه 24 یا 23، حالا در صفحه 524 انشاءالله چیز دستتون هست دیگه، قرآن دستتون هست، در محضر قرآنه، از آیه 17 دقیقه سوره مبارکه تور اینجوری داره: ان المتقین، بسم الله الرحمن الرحیم، ان المتقین فی جنات و نعیم، فاکهین به ما آتاهم ربهم و وقاهم ربهم عذاب الجحیم. اینا حالت مسرور و شادمانی دارن تو اونجا. کلوا و اشربوا هنیئا بما کنتم تعملون، بخورید گوارای وجود، متکئین علی سرر مصفوفه، در تختهای ردیف، و زوجناهم بحور عین، الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمل من شيء كل امرئ بما كسب رهين. اینا خیلی هر کدومش حرف داره، ما فعلا داریم بنویسیم به اون آیه مد نظر خودمون. و امددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون،
و انواع میوه ها و گوشت ها، یتنازعون فیها کأسا لا لغو فیها ولا تأثیم، اینها تنازع میکنند در جام هایی که دقیقا لغو و گناهی درش نیست. یک تنازع، من فقط این آیه رو میبینم یاد جهادی ها میکنم که چجوری بهشتیگونه تو سر کله هم دیگه میزنن، تنازع میکنن، ولی تنازعیست که لا لغو فیها ولا تأثیم. و یطوف علیهم غلمان لهم کأنهم لؤلؤ مکنون و اقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، برخی رو میکنن به همدیگه، از همدیگه میپرسن که انگار چی شد ما اومدیم بهشت، از احوالات گذشته همدیگه دارن میپرسن آقا شما چی شد اومدید بهش، جریانت چی بود. قالو انا کنا قبلو فی اهلنا مشفقین فمن الله علینا و وقانا عذاب السموم، از این عذاب مرگبار ما حفظ شدیم به خاطر اینکه در اهلمون، در میان کسان خودمون یک حالت اشفاق داشتیم، یک حالت اشفاق. بذارید یه چند تا آیه دیگر هم ببینیم، بعد میایم در حقیقت بحث رو یه توضیح میدیم. گوشی ما هم هنگ کرد. خب عرض به خدمتون، سوره مبارکه انشقاق رو بیارید. خانم انشقاق، ببینید دستور مبارک انشقاق از آیه 6ش که نگاه بکنید، اونجا دارد که یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، صفحه 589 دارید خلصه میرید به سمت حضرت حق با تلاش و سختی ملاقات پروردگار میرسید. فاما من اوتی کتابه به یمینه، کسی که کتابش داده میشود به دست راستش، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، حساب ساده‌ای پیدا خواهد کرد. و ینقلب الی اهلی مسرورا، او منقلب به حالت مسرور میشه. ببینید حالا در مورد آیه بعدش هم نگاه میکنم، آیه بعدش موقع اینها رو با هم دیگه بررسی میکنیم، فهمیدن صدا نیست. این اگه حرف درستیه صدا هست. و اما من اوتی کتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا و يصلى سعيرا انه كان في اهله مسرورا. او ببینید یکی این بود که وصف بهشتیان این است که ينقلب الى اهله مسرورا، وصف جهنمی ها این است که انه كان في اهله مسرورا. در بهشت هم که اینا از هم دیگه سوال میکنن، حرفشون این است که ما یک حالت انا کنا فی اهلنا مشفقین، که اینها خودش یه رفتار جدی سلوکی رو در حقیقت نشون میده که چجوریه. والا عرض خواهیم کرد. ببینید اشفاق به معنای این است که یک ترسی
همراه با نگرانی و شفقت و ترحم با همدیگر بهش میگن اشفاق. یعنی طرف ترسان خائف منتهای مراتب از سر ترحم و شفقت این حالت درش هست، از سر ترحم. به این عنصر ترسش دقتی بکنید. ببینید اون چیزی که اول همین جلسه عرض شد راجع به این که آن چیزی که مرکزی انذاره توسط پیغمبران، اون چیزی که محوری انذاره، انذار یعنی ترساندن، اصلا قم فانذر. ما مشکل نترسیدن پیدا کردیم. آیات قرآن، ببینید سبک تربیتی قرآن اینه، سبک تربیتی فقط شوق و وجد ایجاد کردن نیست، ترساندنه، ترساندن از یک عاقبتی که در پیش روی انسان هست و ابدیت انسان رو داره تشکیل میده، یک عاقبت اینجوری. این انسان رو به شدت نگران میکنه و ترحم میکنه نسبت به خودش اگر حواسش باشه. مثل این کنکوری های هستن که بالاخره میدونن تمام زندگی آیندهشون وصل به همین امتحان و کنکوره که این سال آخر رو یه جوری باید درس بخونن که دیگه اگه قرار مهندس بشن، پزشک بشن، چه دانشگاهی برن، بعدن چه مدرکی بگیرن و همه اینها به این ربط داره. اگه این خوب تو جان یه نفر نشسته باشه، وقتی که شما متوجه میشید این نگرانی رو همراه با ترحمی که داره به خودش میکنه، یعنی خودش رو در یک آینده میبینه، نگران، خائف، ترسان، همراه با ترحم. این آیات رو شما در زمینه چیز، حالا من معرفی میکنم آیاتش رو، شما خودتون این آیات رو بی زحمت ببینید. آیه در حقیقت سوره مبارکه کهف آیه 49، سوره مبارکه انبیا آیه 28، انبیا آیه 49 که اومده در اونجا که الذین یخشون ربهم بالغیب هم من الساعت مشفقون، من الساعت مشفقون، یعنی از اون روز بیمناکن، از اون روز بیمناکن. باز دوباره در سوره مبارکه مؤمنون آمده است که وقتی که اگه بیارید در حقیقت آیه 55 سوره مبارکه مؤمنون رو، هم بگم این مایه اشفاق که ترس همراه با نگرانی و ترحمش، ترحم است بر شخص خود در درجه اول. ایحسبون انما نمدهم بهی من مال و بنین، صفحه 345، نصارع لهم فی الخیرات، آیا اینا گمان میکنن کسایی که مال و اولاد بهشون دادیم اینها نصارع لهم فی الخیرات، اینا سرعت در خیر گرفتن، بل لا یشعرون. بعد میگه که اینا کیا سرعت در خیر گرفتن، ان الذين هم من خشیت ربهم مشفقون. ببینید چند تا عبارت ترس وجود داره، خشیت، شفقت، اشفاق، و الذين هم به آیات ربهم یؤمنون، و الذين هم به ربهم لا یشکون، و الذين یؤتون ما آتوا، کسایی که میدن انفاق میکنن و قلوب یا کار انجام میدن و قلوبهم وجلتون، باز دوباره عنوان دیگه، وجلتون، قلبشون یک حالت ترسناک و بیمناکی دارن، نام الی ربهم راجعون، اولاکه یسارعون فی الخیرات، اینان که سرعت در خیر گرفتن، و هم لها سابقون، اینان که مسابقه رو بردن. یکی از چیزهایی که احوالی که بر انسان هم درست میشه و هم باید درست بشه، یعنی کسایی که شروع میکنن بالاخره
کارهایی میکنن، فکر میکنن، تذکر دارن، توبه دارن، انابه دارن، بلند شدن، حرکت میکنن، اعتصام دارن، همه اون حرفایی که زده شد، فرار دارن. اینها حالت خوف همراه با نگرانی و ترحم درشون به وجود میاد. این حالت خوف چیزی بوده که هم در قرآن خیلی شدیده، هم در روایات ما انقدی که سر منبر و امثال ماها نخوندیم از ذهن و دل رفته. شما حالا من نرم افزارا دستم نیست، شما کسی اگه پیدا کرد بذاره، هست ابوبصیر میاد خدمت حضرت میاد که یا ابن رسول الله خوفنی، یا منو بترسون. مثلا میامدن این چیزا رو میپرسیدن، میخواستن، درخواست میکردن که خوفنی، منو بترسون، این قلبم، فان قلبی قد قسا، این قلبم خلاصه به قساوت کشیده شده، یا ابن رسول الله منو بترسون. بعد حضرت شروع میکنن جهنم میگفتن آقا لهم مقام و من حدید، اینجوری گرز میزنن، اینجوری میکنن تا بخوای بیای بیرون. ارادو ان یخرجو منها اعیدو فیها و ذوقو عذاب الحریق، بچش این عذاب دوزخ. بله همین عبارت. ممنون از پیدا که خلاصه میگفتن چه از اینجوری از اصلا آدم میخونه این روایات و وحشت میکنه که چجوریه، نمیدونم شرابش چجوریه، اینش چجوریه، غذاش چجوریه، اون زریع چجوریه، اصلا یک وحشتیه در این آیات و روایات ما. بعد دارد که حضرت میگن بسته یا نه، اصلا داره معلوم قالب توی میگه میگه بسه دیگه، بسه آخر همین روایت هست، نه هست همینجا گوشته. فقال ابو عبدالله حسبک یا ابو محمد بسته، قلت حسبی بسه دیگه. اولا این نکته رو بدانیم هممون، اگر این ترس، اگر این قلبهای خائف، رفتن سراغ قلب‌های خائف، قلب‌های نگران، ترسان، رفتن کسایی که پیششون قلوب خوفی دارن، حالا من بعدها راجع به رغبت و رجاء و فلان اینا صحبت خواهم کرد، ولی الان بحثمون راجع به خوفه، راجع به اشفاقه، راجع به این حالت ترحمی است که انسان باید به خودش بکنه، راجب این ترس آمیخته و ترحمه که قرآن ببینید با واژه های مختلف از خوف و خشیت و وجل و اشفاق و یفرقون و همه چی داره این ترس رو القا میکنه با واژه های متعدد که حکایت از یک ویژگی در درون میکنه که حتی ما خشوع و اخباتی که به سمت حضرت حق داریم، حالا بعداً این رو انشالله توضیح خواهیم داد، این خشوع و اخبات هم مال همین حالت، ببینید بشر المخبتین رو بیارید در قرآن، سوره مبارکه چیز رو بیارید، سوره مبارکه 8 صفحه 336. در اونجا دارد که لکل امت جعلنا منسکا لیذکروا اسم الله علی ما رزقهم من بهیمة الانعام فالهکم اله واحد فله اسلموا و بشر المخبتین. این حالا یه موقع راجع به اخبات هم انشالله صحبت خواهد شد. این آدم های فروتن متواضع فرمانبر اینجوری رو بشارت بده. حالا اینا کیان؟ حالا ببینید یک فروتنی
خلاصه چیزی نیست. فروتنیش هم شکست نفسی که نیست، فروتنیش از سر یک ترسه. اینا کیان؟ الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، کسایی هستند که وقتی یاد خدا میشه اینها دلشون میترسه. پس ببینید اون چیزی که محوریت داره و اون حالتی که در شخص و اون احوالات روحی او وجود داره، یکی از احوالات مهمش اشفاقه. انا کنا فی اهلنا مشفقین. آیات انشقاق رو هم خوندم برای اینکه معلوم بشه که آقا یوی نگید که اگر بخوایم فی اهلنا مشفقین بشیم که دیگه زندگی اهل رو چیز میکنیم، مختل میکنیم، به حالت ترسان و نگران و فلان و اینا، اصلا دیگه اوضاع احوال دگرگون میشه اینجوری. نه، ببینید فی اهلنا مشفقینه، ولی ینقلب و الی اهلهی مسرورا، یعنی وقتی که به سمت اهل داره میره، به سمت خانواده میره، به سمت دوستان خودش میره، اون ینقلب و مسرورن، یعنی باید احوالاتش منقلب بشه و منقلب میکنه خودشو به سمت سرور. ینقلب و الی اهلهی مسرورن. ولی فی اهلنا که هست اونجا مشفقینه، اونجا دیگه فی اهلهی مسرورا باشه این آدم علکی خوشه، غافله، یه همچی چیزیه، یه آدم غافلیه به عبارتی. باید فی اهلنا مشفقین باشه و ینقلب و الی اهلهی مسرورا باید باشه. اگر فی اهلی هم مسرورا باشه که اون آدم غافلیه دیگه. یعنی مگه میشه که انسان فرض بفرمایید که یه همچین ابدیتی رو در پیش داشته باشه و آدم در حقیقت خوشحال؟ به این میگن آدم علکی خوش. یه آدم نگران میشه، نگران تمام این آیات بهشت و جهنم میشه، نگران تمام ابدیتش میشه، خائف میشه. و ینقلب و الی اهلهی مسرورا، حالش در دنیا هم همینه. ببینید اصلا حالای مربوط به حوزه قیامت حالهایی هست که بازتاب حال دنیاست. یعنی اگر فرض بکنید میگن اونجا همه چی مثلا فلانی از ینادونم مکان بعیدن، داره فاصله دوره، مثلا این دور به خاطر دوریشه از اون حقایق تو مثلا این دنیا، یا مثلا گفتن که آقا کسی که چیزه رب لما حشرتنی اعما وقت کنتو بصیرن، میگه چرا من اینجا کورم؟ ببینی هم داره کوره، هم یه ربنا ابصرنا و سمعنا، من بینام. ببینید خب راجبه چه چیز کور بوده در این دنیا و راجبه چه چیز بینا، اینها باعث کوری و بینایی میشه. در حقیقت این اوصافی که اساسا ما در بهشت و جهنم در قرآن میشنویم، خب همین دیگه، داشتم همینو میگفتم. این اونایی که راجع به اوصاف بهشت و جهنم میشنویم، یک بعدش تشویقه یا تحذیره، یه بعدش اینه. در حقیقت ابعاد دیگرش بعدای معرفتی و ماهیت معرفتی اینه که داره توضیح میده وضعیت دنیا اونو میتونیم تعیین کنیم عملا باهاش، چون بازتاب حالت دنیاست. که مثلا فرض کنید چرا گفتن پوست میسوزه باز برای پوست در میاد، یه بحث تحذیر اینا، یه بحث دیگه است. چرا وقتی میخواد بیاد بیرون لهم مقام اومن حدید، چرا
گرزهایی در سرش میخوره که باز دوباره میره ته. این یعنی چی؟ این یعنی چی و این دیکود کردن اینا یعنی چی؟ واقعا احتیاج به کار داره و اینها رو احتیاج به برگردان داره که حالا دوان تو بحثای معادی که در خدمت خود شما هستیم همین بحث هست. فرقش با نوکان فی اهل این مسرورا، ببینید طرف در اهل خودش هست مو خوشحاله، خب این فی اهلنا مشفقین نیست، فی اهلنا مسروره. خب یه موقع از نه به سمت اهل میخواد برگرده، خب میخواد با اهل معاشرت کنه، او باید منقلب بشود به حالت مسرور، یعنی یک خوش معاشرت باید بشه. ولی خودش اونجایی که من در میان جمع و دلم جای دیگر است، اینجا هم باید مسرور باشه؟ مگه میشه اصلا؟ انسان ببینید وقتی که نفس رو بشناسه، اصلا حالا ببینید برگردیم این حالت این شفقت رو یه نگاهی بهش بکنیم، یعنی ترس حالت با نگرانی و ترحم. ببینید در این صدای من هنوز میاد به خدمت مبارکتون که شما ببینید وقتی که شما طبع اولی نفس رو در آیات قرآن میبینید و در احوالات خودمون این طبع اولی رو وقتی شما میبینید خیلی معلومه ما نفس چموش جموح شموس خلاصه پشت نده، مثل یه اسب چموشی که دیدید این اسب ها مثلا یه عده هستن کلن کارشون اینه که این اسبا رو اهلی میکنن، مثل استاد خلاصه این کارا ما داریم که این اسب چموش رو خلاصه اهلیش میکنه، دیدید که میپرن خلاصه روش چقدر اسب پشت میندازه. نفس یه همچین حالتی داره، اصلا معنای مبارزه و مجاهده با نفس از همین جاها شروع میشه، بحثش اساسا از همین مقوله شروع میشه که ما یه نفسی داریم که همینجوری رها بکنید اینجوری که شح نفس داره، بسیار بخیله، حلوعه، منوعه. این نفس نفس کافرکیشیه، قتل الانسان ما اکفره، این نفس کافرکیشه، اهل بخل، اهل منع، اهل حرص، اهل خیلی این جفتک میندازه. تو احوالات خودمونم که نگاه میکنیم بینیم همینه، درسته نفس رو به حال خودش که رها میکنی اگه واقعا دست به کار رام نفس نشید و رام کردن نفس نشید جفتک میندازه. آقا اگه من باشم باشم، نباشم هیچ کی نباشه، باید خلاصه کسی کافیه به ما انتقاد کنه. دیدید تا میاد انتقاد بکنه اصلا یک حس تعارضی در درون ما درست میشه که اصلا میخوام بزنیم همه چیز به هم بریزیم، بزنیم به هم بریزیم. کافیه به ما تو خونه یه چیزی بگن، یعنی اینقدر حالت قهر در ما ایجاد میشه، کافیه کوچیکترین انتقادی ما بکنن، اینقدر این حالت قهر ایجاد میشه تو انسان، حلو رام نشدیم، رام نشدیم. مثل این بچه هایی هستن که دیدید، نمیدونم بچه کوچیک داشتی تو خونتون دارید، یه چیزی بهش میگی دست نزن به این، میری اینجور بعد این میزنه، اون پرت میکنه، اون دقیقا همینیم خودمون، یعنی نفس رو رها کردیم، به جد پای نفس نشستیم رامش کنیم، این اسب چموش رو
که انسان اگر بنای بر رام کردن خودش نداشته باشه، هیچ استادی نمیتونه رامش کنه. اگر بنای بر رام نداشته باشه، خودش نخواد رام کنه خودش رو، کسی رام نمیکنه او رو، مگه اینکه خودش بخواد رام بشه. موقع بله، اساتیدی در محضر استادی بزرگی، نمازی، قرآن، او رو رام میکنه. خب این اگر کسی متوجه شده باشه که نفس این مدلیه در طبع اولیش، او به یک شفقتی میفته، به یک ترس همراه و ترحم در مورد خودش یه جور، در مورد دیگران یه جور دیگه. ببینید اینی که فی اهل نامشفقین، یک بعد دیگه ای که وجود داره در مورد دیگران، در یک وضعیت ترحم قرار میگیره، در یک وضعیت ترس آمیخته و ترحم. این چجوری میشه در مورد دیگران؟ دیگران خود عبارت فی اهل نامشفقین این رو هم میتونه برسونه، اما دیگرانش اینجوری میشه که آه من نگران دیگران هستم، ولی با حالت ترحم. شما حساب بکنیم به این رفقای طلبمون، میگن من الان مثلا 25 سال طلبم، یعنی 25 سال در معرض این تلعلعات قرآن و روایت و قال الله و قال الصادق و اینا، خب 25 سال حرف شنیدیم، ما اینجاییم الان و از اون اینه شاکریم، ولی هن اول راهیم هنوز. خب بنده خدا چیزی نشنیده، استادی ندیده، نبوده، نخونده، آقا چه چیزی داری نسبت به اون؟ یه خورده این حالت شفقت، حالت مهربانی، حال ترحم، نگرانه انسان، ولی نگرانی با ترحم، همونی که فلعلک باخعون نفسک علی آثارهم الم یؤمنوا بهذا الحدیث اصلا، داری خودتو هلاک میکنی. این حال نگرانی یک حالت دیگری است، حال ترحم یک حالت دیگری است. در مورد خودش یک جور، در مورد دیگران جور دیگه، در مورد دیگران چیزی که عملا داره این حالت شفقت و مهربانی و بابا ما این همه حرف شنیدیم، این اصلا از گرد را بلند شده اومده دانشگاه و بعدشم هیچ چی نشنه و همین چرت و پرتای چیز رو خونده و فضای مجازی رو خونده و بابا منی که 25 سال در معرض این حرف بودم اینجا، خب چه توقعی داریم از اون چی باشه، کجا باشه، چی فهمیده مگه، این چی خونده مگه؟ این یه حال در مورد خودش هم حالتی که ترحم بکنه به خودش، ترحم میکنه به خودش، ترحم میکنه به خودش در مورد وقت. یکی از چیزهایی که تو این حالت اشفاق میگن همینه، ترحم داره نسبت به خودش، نسبت به اوقاتش، که این اوقات همین جوری داره میگذره، من هیچ این حالت بیخیال شدم. یعنی امروز صبح که من بلند شدم فکر کردم عجب، یک روز دیگه من به مرگم نزدیک شدم، یک روز دیگه من به خب همین جوری شد دیگه، پیرمرد شدیم، محاسنمون سفید شد دیگه، خب این کیه پس این وقتش؟ اگه امروز نیست که این خوف، این قلب خائف و با شفقت و ترحم، این باید با طرف باشه، این مرکزه. اگر اوقاتی شده میبینه نمیترسه، معلوم دل قسی شده، باید بره یه جایی بترسوننش، یه خلصه یبن رسول الله خوفنی، من بترسون، باید بترسم، آیات قرآن رو بخونیم بترسیم، با
آیات قرآن رو حتی در نماز، اصلا یه سری از این آیاتی که در حوزه بحث قیامته، اینها رو بخونیم بترسیم و بعد این تبدیل بشه به یک حالت ترحم و اشفاق. نه یا هنوز چی نیست، شما دیگرانه این حالت اشفاق شماست نسبت به این دوست من. خدا رحمت کنه آقای بهجت رو. آقای بهجت نماز صبح انقدر دیر میخوندن که واقعا من فکر میکنم بعد وقتی که داره نماز قضا میشه، و برخی وقتا نماز میخوندم، یعنی دیگه واقعا نمیتونستم چی میکنم. مثلا نماز صبح اونو مثلا میخوندیم و یه نماز صبح دیگه مثلا پشت آقا جا میخوندیم. بله ایران نیستم، بله عرض به خدمتون. بعد یه موقع یادم یه نفر اومد به حاج آقا گفتش که او پشت سرشون بود، حاج آقا گفتش حاج آقا اون ترشون لیمون شیرین آخه کل نماز صبح میگن اول وقته، نماز صبح اینجوریه. یکی به حاج آقا گفتش که حاج آقا این خلص نماز خیلی دیر میشه، مثلا اومد یه حالت چیز که مثلا حالت اعتراضگونه که مثلا نماز خیلی دیر میخوان دیگه واقعا فکر میکنیم برای قضا میشه و فلا اینا. میدونی حاج آقا چی جواب داد؟ باید بگم باورتون نشه. کسی حاج آقا فرمودن که آقا جون یه رکعتش هم در وقت باشه کفایت میکنه. خلاصه اینم بله بله اینا دیگه من خودم سمعتو به اذنیه، خودم بودم پشت حاج آقا. حالا حتما دیگه داشتن دیگه. حالا نمیدونم چرا اینقدر واقعا جز سوال ذهنی من موند که مثلا حاج آقا چرا اینقدر دیر نماز صبح میخونه. شاید مثلا هم ما همین دلایل رو چیز میکردیم، نمیدونم. به هر جهت نمیشه گفت ایشون مثلا نماز شب نمیخونده مثلا اون موقع بیدار میشده که، ولی خلاصه خیلی دیر میخونده نماز رو. حالا دیگه این نشدی من نمیدونم. ببینید اینی که متحول شدن مال قلب آماده است، مال قلب آماده است. دیدید بعضیا توی این مجالس مدداهی و اینا قرار میگیرن، اینقدر برای خودش روزه ها خونده و کارها کرده و اینها، تا یه بسم الله الرحمن الرحیم میبینی اینا رفتن، اینا منتقل شدن، اینا مال وضعیت های آماده است. حالا خود همین این دقیقت فوزیل و اینها هم اینجوری نیست که مثلا فرض کن درست ممکنه یه دزدی باشه فلان اینا. خیلی وقتا تو همین چیزها هم ببینید یه موقع از امر و نهی از منکر اینها درسته، انسان باید امر و نهی از منکر بکنه، ولی اون عنصر شفقت، یعنی گاهی اوقات تو امر و نهی از منکر ما انقدر خودمون رو دست بالا گرفتیم که دیگه انگار مثلا یک حالت عتابی تو قلب اون هست. طرفی که واقعا دزدی کرده نگاه میکنه میبینه خب دستش خالی بوده، خب دزدی کرده، خب کارو بدی کرده، ولی دستش خالی بوده دزدی کرده. ما الان تو این هیئت تخلفات چیز هستیم، یعنی این مجلسی آدم ها تخلفات اینا رو آدم نگاه میکنه بعضی وقتا میبینی دستش خالیه. حالا باید شما حکمی بدید آباد، ولی دستش خالیه. این خیلی فرق داره. تا میگه آدم هایی هستن چیه، یعنی این معلومه این آدم خودشو بالا گرفته، خودشو دست بالا گرفته، جلوی یه دونه فساد اینجوری نمیتونه باشه نگه داره، جلوی زن
به زانو در اومد جلوی نفر، خودتو دست بالا گرفتی عزیزم، باید پاش بیفته انسان. بعدش تازه ما 25 سال به خدا، من به خودم ناراحتم، 25 سال در معرض بهترین حرفای عالم بودم، اینجا این بیچاره چی شنیده، کجا بوده، نشنیده، نخونده، استاد ندیده، بهترین استاد رو دیدیم پشت آقای بهجت ما نماز خونده، 4-5 سال پشت آقای بهجت ما نماز خوندیم، کم نبوده اینا. نماز دیدیم، نماز ما آقای جاودان دیدیم، ما آقای تحریری دیدیم، این کی دیده، چی دیده، چی شنیده، هیچ. خب ما اینجا این موقع چه توقع داریم هم کجا باشه؟ ما احتیاج به قلب خائف داریم دیگه، واسه این رفیقمون من بیدار کنم، فکر کنم دیگه آقا چی بشه، بذارید بذارید من این رفیقمون بیدار کنم. ماشی. خب اینا دیگه، پس این اصل مایه خوف همراه با ترحم نسبت به شخص، شخص خودش، یعنی ترحم و شفقتی به خودش داره، ترحم و شفقتی به وقت خودش داره، به عمر خودش داره، به وضعیت خودش داره، اینها باید اون حالت اشفاق رو داشته باشه. آیات قرآن، آیات خوفی قرآن رو بخونید، امروزه انقدر هی دارن از رجا میگن و از چی گفته، چی گفته تربیت این نفس چموش اینه، نفس چموش احتیاج به ریاضت داره، احتیاج به نزهت نداره، اینجوری این اسبی که میخوان این اسب رو رام کنن احتیاج به فشار داره، احتیاج به دقیقت چی داره، احتیاج به خوف داره، احتیاج به نزهت و سرور و فلان اینها، که بله این حالا اونم اون رغبت و رجاء که وجود داره این، ولی محوری نیست، محوری نیست، این باید دقت کنیم چی محوریه. این دریست که انسان باید به روی خودش باز بکنه به صورت یک امر سلوکی. خیلی خوب، یه صبح شده و دیگه ما به کار زندگیمون، یه روزه کوتاه با صدا پایینم میخونم، چون اینجا اتاق بغل هم هستن، مزاحم اونا نشیم. یه صلواتی به احمد بفرمایید. سوال انتخاباتی بفرمایید. من خیلی نظری بذارید مناظرات رو انجام بدن، خیلی چیز نکنیم. یکی از چیزایی که تو مناظرات میشه دقت کرد همین نفس رامه، یا خلاصه نه اینکه راجع به آدم قضاوت کنی، ولی این بعضی چجوری به هم دیگه میتازن، معلومه واقعا همین ماهاییم که تربیت نشدیم، ماهایی که تربیت نشدیم همین اوضاعمون دیگه، که میزنیم همه چیزو، میخوایم لگد بزنیم به این ببریم، و یا من یا هیچ، یا من هستم یا هیچ کی نیست، یا اصلا این چیزا اصلا خلصه. یه اسلامی خوبه که حجت الاسلامش من باشه، اگر حجت الاسلامش من نیست اصلا اسلام نباشه، بودی که بر من نجوشه سر سگ بجوشه. این ها چیزاییست که خب ببخشید قد شد یه لحظه. اللهم صل على فاطمة وأبيها وأهلها وبنيها وعدد ما حاط به علمه. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه يا ذا الصلاة.
وفي كل ساعة وليا وحافظا وبعدا ونصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تواب فتمتعوا في طويل يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن أيام أيام شهادة همزة سيد الشهداء برادل فاطمة زهرة سلام الله عليها روزة أبوي پیغمبر ميخاني امام باقر می فرمود اگه اموی ما حمزه بود اگه جعفر بود این حوادث برا مادر ما اتفاق نمی افتاد نانجیب هند ملعون بعد از شهادت حمزه سید الشهدا دستور داد بینی مبارکشون رو بریدن لبها رو بریدن سینه رو شکاف جگر رو به دندان گرفت پیغمبر خدا وقتی جنازه بدن اموشون حمزه رو در این حالت دیدن عبای مبارکشون رو بدن حمزه انداختن برمودن صفیه اممون نبینه خواهر حمزه نبینه خواهر تحمل نداره برادر رو تو این وضعیت ببینه این یه سید و شهدا ولی یه سید و شهدا دیگری رو هم می شناسم پس با زبان پرگل آن بزعت البتول
رو بر مدینه کرد که یا ایر رسول، این کشته فتاده به هاول حسین دوست. وین سید دست و پا زده در خون حسین دوست. شمشیر شکستار و کنار زد، نیزه شکستار و کنار زد، سنگ ها رو کنار زد، لبا رو گذاشت رو رگ های بریده. حسین من بیا و این دل شکست ترا بخر. حسین من مسافر جوان درو با خود ببر، حسین من حسین من. السلام علیکم یا ابا عبدالله على الأرواح التي حلت بفناك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، بقي الليل والنهار لا جاله الله آخر الوهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين رحمة الله وبركاته. اللهم رب بخش بيا مرز قلب نازنین امام زمان از مرازی خوشنود بفرما، رمر فرجش تأجیل بفرما، ما را از سربازان خاص اینشان قرار بده، این غلیل تأصلات ذخیره قبر و قیامت ما بگردان. لا طبقاتی از نور برو حضرت امام و دواصل بفرما، مقام منظم رهبرین خدمت گذاران و اسلام کنان و اید منصورشون بدار. لا آنچه گفتیم و نگفتیم و به آن محتاجیم و تو بهتر میدانیم، در حق ما به هدف اجابت برسان. در مادرمون رو ببخش و بیامرز، نسل و دودمان ما رو تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان و قرآن و اهل بیت قرار بده. خدا مرگ ما جز شهادت در راه خودت قرار نده. بالنبی آله الفاتحة مع الصلاة. خواهش من از ما هم التماس دعا داریم از همه ایزان انشاءالله که انشاءالله در بهشت مثل در کنار هم دیعلا سرر مصفوفه انشاءالله
همونجوری که اینجا مصفوفهیم انشالله اونجا واسطا بشین از که انشالله مصفوفه بشین صف به صف با ولی خدا خلاصه اینجوری باشیم که یجاهدون فی سبیلهی صفن انشالله در کنار ولی خدا در محضر امام رضا در کنار هم دیگه باشیم انشالله. بذارید در مورد انتخابات فعلا یه مناظره ها انجام بشه ببینیم چجوریه. بالاخره تا حد زیادی شوهر نگهبان که بالاخره چیز که زحمت رو کم کرد بالاخره الان داره و دیگه منظورتون از اینکه در انتخابات یه چیز بگم منظورتون که راجع به کاندیدا خاصی توصیه بکنم یا مثلا اینها این منظور اینه که حالا چی چیزا انجام بشه ببینیم کی دستش پرتره و هم همه رو دعوت بکنید به چیز دیگه دعوت بکنید به رای دادن منوی اصلی آقا فعلا همینه. حالا کاندید خاصی مد نظر باشید اجاز بدید خود مناظرات انجام میشه کلاس معاد و عرض نظر برقرار نیست چون آقای آقایون هم چیز دارن من هم خلصه ولو خلصه این برمو برم خدا برخشید کلاس معاد آقایون هم امتحان دارن آقای رئیسی که هم این کار رو نمی کنن که چه توقعی دارید حالا بذارید چیز بشه انشالله ولی من قرار برم بمیرم بگه شده دماغان بریم دیگه انشالله. و از همه عزیزانی هم که تشریف دارن اینجا دعوت میکنم که این مراسم تدفین شهید مدرسه ما رو مدرسه پلاین رو انشالله تشریف برید به همه عزیزان رو دوستانی که میشناسیدن بگید که بیان روز در حقیقت شهادت امام صادق علیه السلام بنا میشه 16 هم اگه اشتباه نکنم ما تدفین شهید داریم خلاصه ما میزبان یا مهمان یک شهیدی هست انشالله حتما تشریف بیارید. جمله های بحشت هم گفتن یه رکتش در رخ باشه کفایت میکنه. خانوادگی هم هست بله حالا من هم تو خود کانال خودم اعلام میکنم حالا کسی که کانال معموز هستن آدرس رو هم میشه اینجا هست خلاصه ببینیتون انشالله ارادت داریم و التماس دعا